اودیسه سفر ماجراجویانه است که از اثر هومر میاد، یکی از دو کتاب شاعرانه و حماسی هومر، شاعر معروف یونانی. بر اساس داستان معروف اودیسه، او در زمانی که از جنگ تروا برمیگرده 10 سال طول میکشه، ولی اینجا دریانوردان در فرانسه ماجراجویان با قایق‌های بادبانی بسیار مدرن 31 متری دور دنیا را به طور انفرادی بدون توقف و بدون تنها بدون در واقع همراه طی کردن. دور دنیا را در 80 روز طی کردن. رکورد قبلی 74 روز بود. یانیک بستاون 48 ساله قهرمان شد و گفت من احساس میکنم که در رویا زندگی میکنم، در حالی که یانیک بستاون در واقع نفر دوم بود که بعد از چارلی دالن که آرشیتکت به خط پایان رسید و ولی قهرمان شد. برای چی؟ برای اینکه در ورزش مسئله همبستگی و همراهی یکی از کارهای مهمه. زمانی که یکی از قایقرانا دچار حادثه شد و در حال غرق شدن بود، 3 تا قایقران رفتن به کمک او و یکیشون همین آقای یانیک بستاون 48 ساله بود که رفت قایق او رو در واقع یدک کشید تا ساحل و این 10 ساعت طول کشید. همین 10 ساعت رو به زمانی که اومدن اضافه کردن و این قهرمان شد و به هر حال این یکی از نشانه های ورزش واقعی که بدون خشونت انجام میشه و درش همبستگی اینا هست. به هر حال خوش آمدید به برنامه ورزشی ما. درودهای مهرآمیز منو بپذیرید. همراه با علی کارگردان فنیمون به هر حال با شما هستیم شنبه 30 ژانویه 2021 و 11 بهمن 1399. خبرهای روز از کرونا ویروس. مسئولان فرانسه از رئیس جمهور، نخست وزیر، وزیر بهداشت همینطوری سرگردونن که آیا قرنطینه سوم رو به حال انجام بدن یا نه، چون تعداد واقعا کسانی که به این کرونا دچار شدن از 23 هزار نفر هر روز هم گذشته. اما همین کرونا یک قهرمان فوتبال رو از ایران گرفت، ورزشکار دیگر ایران جانش رو از دست داد، مهداد میناوند. 75 بار پیراهن تیم ملی ایران رو پوشیده بود، مدافع چپ که از تیم پاس به پرسپولیس منتقل شد و به هر حال پرسپولیس در پرسپولیس 89 بار با پیراهن قرمز این تیم بازی کرد، بعد به اشتورم گراس اتریش رفت. و بگذارید بهتون بگم که مرگ مهداد میناوند رو نباید به پای کرونا نوشت، باید به پای جمهوری آخوندی نوشت که مسئول مرگ مهداد میناونده. او در صفحه اینستاگرامش نوشته کرونا برو، با آنجا که مردمانش زندن، اینجا هیچ کس زنده نیست، ما سالهاست که مردیم، اینجا صحنه جنایته، بگذار مرگمون به پای تو نوشته نشه. نه، به هر حال من فکر میکنم مقصر کرونا نیست بلکه علی خامنه‌ای است که گفت واکسن نخرید، واکسن آمریکایی، انگلیسی، فرانسوی خطرناکه. به هر حال کرونا رو با پروازهای ماهان به ایران آوردن، قم رو قرنطینه نکردن و به هر حال این وضعیت برای مردم ما پیش اومد. هر روز هزاران نفر از مردم ایران واقعا جانشون رو از دست میدن و میناوند چون به هر حال چهره مشهوری بود الان میبینیم که این همه بازتاب داشته. اما این روزها درگیری در فوتبال ایران، حتی فوتبال زنا حرف اول رو میزنه. شاهد بدترین درگیری ها و بزن بزن ها در کنار زمین هستیم که در رینگ های خونین هم مثل اون رو پیدا نمی کنیم. اتفاقی که جرم بازیکن ها و مربی ها در به وجود اومدن اون کمتر از تماشاگران نیست. الان میبینید صحنه های از یک مسابقه لیگ رو در شمال و داوری که به هر حال به یک بازیکن خشن کارت قرمز نشون میده، اما این آغاز ماجرای بسیار زشتیه برای کتک زدن یک داور لیگ یک که اگر در یک کشور اروپایی این اتفاق بیفته اون تیم رو برای همیشه از به هر حال حضور در رقابت ها میبینید چجوری داور رو میزنن و به زمین میفته. این صحنه ها واقعا خیلی غم‌انگیزه، نشون میده که این روزها
بد جور چهره ورزش کشور رو زشت کرده، خشونت، خشونتی که در اون جرم بازیکن‌ها و مربی‌ها کمتر از تماشاگران نیست. شما نگاه بکن اون مربی که کنار زمین بعد از هر سوت داور میاد سر و صدا میکنه، الان ببینید این داور بیچاره رو چجور وسط گرفتن. نیرو انتظامی هم معلوم نیست کجاست، چی کار میکنه. چند تا البته سربازن اینجا، اگر یه جای سیاسی بود الان سپاه و نیروهای امنیتی پر بودن، اما چند تا سرباز هستن. اون سربازان اصلا زورشون نمیرسه که بیان کاری انجام بدن. به هر حال این صحنه ها واقعا راهکارهای کاهش خشونت در ورزشگاه ها در همه جای دنیا به هر حال عملی شده. ببینید که چجوری همچنان تا لحظه که این مربی، این داور رو از زمین میبرن همچنان ادامه داره و به هر حال این بلبشویی در فوتبال ایران که شاهد اون هستیم. در هیچ جای دنیا اینطور صحنه ها رخ نمیده. شاید بهتره که مربی های فوتبال ایران کمی روی فرهنگ باخت، گرفتن کارت و این چیزا فکر کنن تا این صحنه های واقعا زشت در فوتبال ایران پیدا نشه. به هر حال اما رویدادی که در هفته پیش در فرانسه افتاد این بود که روزنامه اکیپ در حدود 11 روز تا 12 روز منتشر نشد، به خاطر اینکه تصمیم گرفته شده بود که 50 نفر از 350 کارمند اکیپ، روزنامه نگاران اکیپ رو کنار بگذارن و به هر حال یک واقعا موجی ایجاد شد. بیش از 200 نفر ورزشکار از اعتصاب کارکنان اکیپ طرفداری کردند و به هر حال پیام دادن که ما تا زمان پیروزی در کنار شما هستیم. رکسانا ماراسینیو وزیر ورزش دارنده مدال طلای المپیک در توییترش نوشت: در ماه‌های اخیر ما متوجه شدیم که چقدر برای مردم ورزش مسئله حیاتیه. در هفته گذشته ما همچنین متوجه شدیم که ورزش چقدر دلتنگ اکیپه. شما نگاه بکنید که به هر حال مدیران اکیپ می‌خواستن کم بکنن نیروها رو برای اینکه 5 میلیون یورو صرفه‌جویی بکنن، اما کارکنان اکیپ اعتصاب کردن و این روزنامه در نیامد و این واقعا کاملا مشخص بود. روزنامه‌ای که بیش از 70 سال از عمر انتشار اون میگذره، در 4 جای فرانسه چاپ میشه و به هر حال یک روزنامه تاثیرگذاریه که چندین مجله هم داره، از جمله فرانس فوتبال، از جمله مجله مخصوص دوچرخه، مخصوص ورزش‌های دیگه. به هر حال من فکر میکنم که ورزش بسیار اهمیت داره و روزنامه‌های ورزشی و رسانه‌های ورزشی تأثیرشون خیلی زیاده در اجتماع و به هر حال در همه چیزی که در این دنیای ما هست. عکس هفته هم داریم که شادی دختران تیم سایپاس قهرمان لیگ والیبال ایران شدن. لحظه‌های ناب و یا نایاب در ورزش زنان ایران. بدون زنان ورزش زیبا نیست. با علی کارگردانمون یک بار دیگه به شما درود میگیم. برای برنامه آینده امیدواریم باز هم مهمان ما باشید، باز هم ما رو دنبال بکنید و با همه شما بدرود میگم.